طالبان در بخش‌های از ولسوالی‌های شلگره، چمتال و بلخ از مردم پول صرفی برق جمع‌آوری می‌کنند. باشندگان ولسوالی‌های ذکر شده مدعی‌اند که از مدت به این سو به مشکلات مواجه‌اند و نمی‌دانند پول صرفی به طالبان بپردازند یا به شرکت برق بلخ. یعنی دو سال در این مشکلات گرفتار هستیم. مسئله برق ماست. طالب هم در ما می‌آید که بیل برق بیتین. ولی دولت خو با قانون با اساس بیادر میاد. یعنی ما صاحب خود گم کردیم. همین قیمت برق را که سر مردم شهر مزار شهر بلند نموده به خاطر از اینکه در ولسوالی های ناهم کس بل برق طالب ها دریافت میکنه. و این را توانایی دولت نداره که رفته از اونجا کنترل کنه و پول برق از او بگیره. این را به سر شهروندان مزار شریف افزود کنن و 6.25 روپیه میگیره. امیدوار هستم دولت ما در خصوص تامین امنیت ولسوالی های دوردست جدیتر عمل بکنه. رئیس شرکت برشنا در مزار شریف میپذیرد که از 10 ماه گذشته نتوانسته اند که هزینه های مصرف برق باشندگان 3 ولسوالی که شامل 10,000 خانواده میشوند گردآوری کنند. به گفته رئیس شرکت برشنا، ساحات مذکور تحت حاکمیت گروه طالبان قرار دارد. در او ساحه که ناامن است با ما هم اجازه میترخانی و گپ ها داده نشده. ما هم در او ساحه تقریبا از مدت 8 ماه یا تقریبا 10 ماه به این طرف که میترخانی صورت نگرفته. در ساحه بلخ هستن، در ساحه چمتال است و همچنان در طرف قریه های افغانه که افغانه ترکمنیه و افغانیه هستن، در اونجا ما به این مشکل و چالش هست. در همین حال منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ در مورد چنین میگوید: مشکل دائمی است، باید مشکل از اینا دائمی حل شود. ممکن نیست که در هر دور میترخانی یک کوه تمام عیار به آدرس ولسوالی ها به خاطر جمع‌آوری صرفه برق بره، یا قابل قبول نخواهد بود. مسئولان در شرکت برق مزار در حال از جمع‌آوری پول صرفی برق در بخش‌های از ولایت بلخ از سوی گروه طالبان ابراز نگرانی می‌کنند که باشنده‌های ولایت بلخ از پرداختن هزینه انگفت که گفته می‌شود هر کیلووات برق 6.25 افغانی است، بارها انتقاد کرده خواهان کاهش صرفی برق شدند. گفتنی است هم‌اکنون 1 کیلووات برق در هرات 4 افغانی، در کابل 2.25 افغانی و اما در ولایت بلخ 6.25 افغانی محاسبه می شود.